سلام بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. من توی اینستاگرام خیلی ازتون دایرکت مسیج میگیرم که ما میخوایم یوتیوبر شیم، میخوایم ویدیو بسازیم، چجوری شروع کنیم، چی بگیریم، مثلا جمعم دوربین خاصی لازمه، کلن چجوری میتونیم چنل باز بکنیم، از این مدل سوالا. و من واقعا نمیرسم که به همه سوالاتون جواب بدم دیگه، گفتم یا امروز این ویدیو رو بسازم که جواب سوالاتون رو بدم دیگه، شرمندتون هم نشم. زدی؟ مثلا خیلی ها مثلا خیلی ها میان ازم میپرسن که چه تجهیزات خاصی لازمه واسه اینکه مثلا بیایم یوتیوبر شیم و اینا، دوربین خاصی لازمه، مثلا چه سیستمی باید داشته باشه کامپیوترمون، نورمون چی باشه، میکروفونمون چی باشه و از این مدل سوالا. مثلا برای دوربین، اگه خب دوربین دارید، یه دوربینی که حالا از قبل دارید، یا اگه میتونید بخرید یه دوربین خوب بخرید، ولی حتما 100% لازمش این نیستش که برید مثلا یه دوربین خیلی خفن بخرید اولین ویدیوتون رو با بهترین کوالیتی ضبط بکنید. مثلا میتونید از همین گوشیاتون استفاده بکنید. من خودم تا همین دو سه تا ویدیو قبلیم داشتم با گوشیم فیلم میگرفتم، کلا نه نور خاصی داشتم و دارم هنوزم، نه میکروفون خاصی داشتم، حتی چه میدونم سپایه هم نداشتم. این مونوپود رو با بدبختی وصل کرده بودم که گوشیمو ثابت نگه داره بتونم فیلم بگیرم. حتی لپتاپم هم چیز خاصی نبود اون اوایل، با رم 4 ویدیو ادیت میکردم. استانداردهای کلی هستش که میتونید رعایت کنید که کیفیت کارتون بره بالا، مثلا کاتبندی درست یا مثلا نور درست و از اینجور داستانا که راحت میتونید سرچ بکنید تو یوتیوب، برای هر کدومش هزاران ویدیو هستش که بهتون جدا جدا توضیح داده. کلا من قبل اینکه دوربین بگیرم رفته بودم تو ستینگ خود گوشیم که دیگه خودتون هم میدونید گوشیم چیه دیگه، آیفون 6 از این گوشی جدیدام نیستش که بگید نه تو گوشی جدید بود خفن فیلم میگیره و اینا. رفته بودم تو ستینگش، این گذاشتنش رو 60 FPS، یعنی اینکه این یه ذره تصویر رو صافتر و نرمتر میگیره و کیفیت کار میبره بالا. حالا شما میتونید ببینید تو ستینگ دوربین گوشیتون ببینید که چه آپشنایی براتون داره، مثلا کوالیتیشو ببرید رو حد اکثر. حالا الانم که میبینید مثلا کوالیتی کارم رفته بالا تو این دو سه تا ویدیو اخیر، رفتم دوربین گرفتم کنون M50، اگه برای کسی که میخوام بدونن چه دوربینی دارم استفاده میکنم. در مورد میکروفونم بهتون بگم که باز من تا همین دو سه تا ویدیو قبلی میکروفون نداشتم، همون گوشیم داشت همه کارو بدبخت میکرد برام. الان دارم از میکروفون رود استفاده میکنم که اونم باز فکر نکنم قیمت خاصی داشته باشه، تو ایران 600-700 هزار تومان، شاید حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین تر باشه. در مورد نورم که بهتون بگم، به نظر من بهترین نور، نور طبیعی خورشیده، یعنی اگه بتونید تو تایم ظهر یا بعد از ظهر فیلم بگیرید عالیه تو روزهای آفتابی، چون هم تصویر رو طبیعی تر نشون میده، هم کلا انگار مثلا واقعا یه نور خیلی خوب و همه جا یکیه، یعنی سایه روشن و اینا هم نمیفته رو تو. حالا اگه مثلا نمیتونید تو روز فیلم بگیرید، دنبال اینین که نوری چیزی بگیرید، به نظر من سافت باکس بگیرید، چون هم نور خب اسمش روشه دیگه، نور رو سافت میده بیرون و اینکه رو صورتت هم برمرگ و اینا نمیفته، کلن هم فکر نکنم خیلی گرون باشه، مثلا نهایتاً 200-300 هزار تومنه. در مورد کامپیوتر و اینکه باید حالا لپتاپ یا کامپیوترتون چه سیستمی داشته باشم، اوایل من با رم 4 ویدیو رو ادیت میکردم، یعنی خیلی کند بود، قشنگ پدر آدم در میاد بخواد یه چیزی لود بشه و یه چیزی رو باز بکنه با اینا. حتما نباید مثلا برید حالا یه لپتاپی بگیرید که 32 گیگ رم داشته باشه با اینا، با رمش کارتون به راحتی راه میفته. خیلی هم میان میپرسن که مثلا با چه نرم افزاری داری ویدیوهاتو ادیت میکنی؟ به نظر من بهترین برنامه برای ادیت ویدیو همین برنامه های ادوبیه، پریمیر و افتر افکس، که حالا به نظر من پریمیر کم راحت تره. کلن اگه بخواید حالا مثلا ویدیو ادیت بکنید، دنبال این باشید که زیاد پیچیده نشه قضیه براتون، با پریمیر میتونید کار انجام بدید. افتر افکس سخت‌تر و پیشرفته‌تره انگار. بعد حالا ممکنه شما برید اینو باز بکنید بگید وای چقدر سخته، مثلا نمیفهمم این برنامه داره چی کار میکنه، این همه آپشن داره اینا رو چی کار کنم. شما شاید بتونید با مثلا راحت با یاد گرفتن 20% این قشنگ ویدیوهاتون رو ادیت کنید، که دیگه آموزش اینا هم حتی به فارسی تو یوتیوب خیلی هستش دیگه، یه سرچ بکنید قشنگ میتونید یاد بگیرید. خیلی هم میان میپرسن که ما بخوایم ویدیو درست بکنیم به نظر چقدر طول میکشه که اینو مثلا حالا ادیت کنیم و اینا. من خودم حالا خیلی هم حرفه‌ای نیستم، ولی بیشتر تایمم سر این میره که برم سرچ بکنم میمای بامزه یا ویدیوهای بامزه در بیارم، و
ولی مثلا برای یه ویدیویی که فقط خودم باشم بخوام روش افکت بزنم مثل همین ویدیو، نهایتا 5-6 ساعت تایمم میگیره برای یه ویدیو 10 دقیقه که رندرش هم حالا من رمم 8 خیلی سیستمم خفن نیست، تقریبا 2 ساعت اینا طول میکشه. حالا ممکنه همین واسه کسی که یه سیستم خیلی خفن داره و کلا تو ادیت خیلی حرفه‌ای تره مثلا 1-2 ساعت تایمشو بگیره. حالا کلا الان ویدیوتون رو ضبط کردین، همه این چیزا هم که گفتم رو رعایت کردید و میرسیم به خود یوتیوب. کلا اول از همه اینو بهتون بگم که بخواید به درآمدزایی تو یوتیوب برسید باید 4000 ساعت واچ تایم داشته باشید و 1000 تا سابسکرایب، که اینجوری هم نیستش که الان مثلا 5-6 تا ویدیو بذارید توقع داشته باشید که سریع برسید به این قضیه. ممکنه حالا یه یکی دوتا ویدیوتون وایرال بشه و خیلی ویو بخوره، ولی کلا نرمالش اینه، مخصوصا مثلا ما ایرانی ها که مخاطبین یوتیوبمون کمه، یا مثلا 1-2 سال طول میکشه که خیلی ها برسن به این مرحله. حالا واسه من چون خیلی دیگه ازم حمایت کردید 6-7 ماه طول کشید. پس کلن باید خیلی صبور باشید، یا وسط کار بیخیالش نشید، باید ادامه بدید به این قضیه، هی ویدیو بسازید حالا 1 سال 2 سال، ولی به هر حال به نتیجه میرسید. اینم بهتون بگم که برای ساختن ویدیو واقعا باید بهش علاقه داشته باشید، یعنی واقعا دوست داشته باشید این کار رو انجام بدید، چون اگه فقط بخواید به پول فکر بکنید و دنبال پول در آوردن باشید، دیگه بگید 1-2 سال اگه بخوای ویدیو هی بسازی و ادیت کنی و همه تایمت میره و نمیدونم از کار زندگی میافتی، خب خسته میشی دیگه. پس باید خیلی صبور باشی و علاقه داشته باشی که بیخیالش نشی. 2000 years later. خب دیگه حالا اون 1000 تا سابسکرایب و 4000 ساعت واچ تایم رو که رسیدید بهش، میریم سراغ این که بخواید درآمدزایی بکنید از یوتیوب. خب وقتی رسیدید به اون، درخواست میدید که بیان چنل شما رو بررسی بکنم ببینم مناسب این هستش که مثلا تبلیغات روش قرار بگیره و مونتایز کنید از چنلتون یا نه، که واسه من یه هفته طول کشید. البته من شنیدم از بچه‌ها که بعضیشون حتی 6-7 ماه هم طول کشیده بررسی کنن چنلشون. بعد حالا بررسی کردن و تایید کردن چنلتون رو، میرسیم به ادسنس. ادسنس هم که همونجوری که میدونی تو ایران، خب ایران تحریمه، تو ایران کار نمیکنه. شما باید یه کسی رو داشته باشید که خارج از ایران باشه که آدرس و شماره حساب اونو بزن، یا اصلا حالا کلا خودتون تو ایران زندگی نکنید دیگه. که حالا وقتی مشخصاتتون رو وارد کردید و شماره حساب زدید، یه مبلغ خیلی کمی، حالا مثلا 20 کوروش که باید ریسر لیره، یا حالا هر کشوری دیگه باشید مثلا 20 سنت میزنه به حسابتون، که شما میگید که چه مقداری بوده دقیق که اونجوری حسابتون وریفای بشه. بعد از اینم که حسابتون وریفای شد، یه کدی میفرسته به آدرستون، که حالا من ترکیه بودم تقریبا یه ماه طول کشید کده برسه، که وقتی این کده رسید و آدرستون هم وریفای کردید، دیگه ادسنس را میفته و میرید سراغ این که درآمدزایی کنید. حالا تا اینجای قضیه یکم اوکی و نرماله، باز میتونیم انجام بدیم. مشکل اصلی چنل‌های فارسی زبون اینه که تو ایران میدونید که فیلتر مردم با وی پی ان میرن. بعد شما فکر کن یه 1000 نفر به یه آی پی وصل شدن، میان ویدیو شما رو میبینن. اینم خب میبینه وقتی 1000 نفر با یه آی پی ویدیو رو دیدن، به عنوان ربات شناسایی میکنه، مثلا اون 1000 تا ویو رو یه دونه ویو حساب میکنه. حالا هم تو درآمدتون تاثیر داره، هم تو ویوهاتون تاثیر داره، هم تو سابسکرایباتون. همینجوری هم که قبلا بهتون گفتم، من باید الان 3 برابر چیزی که سابسکرایب دارم داشته باشم، ولی خب همه رو هی پرونده و ربات شناسایی کرده. حتی ایمیل هم که میزنیم به یوتیوب باز جواب درست حسابی نمیده، در حالی که واقعا این اتفاق واسه ما ایرانی ها میفته، ولی اینا باز هی جواب سربالا میدن انگار مثلا یه همچین اتفاق نیفتاده و مشکل نداره، اوکی همه چی. حتی مثلا من با چند تا یوتیوبر ترک حرف زدم، بهشون گفتم مثلا تعجب کردن، یعنی واسه هیچ کس دیگه تو هیچ کشوری دیگه این اتفاق نمیفته، فقط واسه ما ایرانی هاست دیگه. یه مشکل دیگه هم داره، انگار کلن یه رباتیه که چند تا المان مسخره بهش دادن که اگه اینا رو تو ویدیو دیدی اینو دمونتایز کن. من مثلا خودم برام پیش اومده یه ویدیومو 4 بار دیمونتایز کرده، 4 بارم درخواست دادم دوباره درست کرده. مطمئنم بازم الان یه ماه دیگه اونو باز دیمونتایز میکنه، من درخواست میدم درست میکنه. یعنی کلا انگار هیچ شخص فارسی زبونی نیستش که بخواد ما رو بررسی بکنه ویدیومونو ایرادی داره یا نه. حتی خیلی از ویدیوها رو الکی دیمونتایز میکنه، درخواست هم میدیم درست نمیکنه، در حالی که خیلی از چنل‌های خارجی چیزای خیلی بدتری داره، ولی خب اوکی درآمدزاییشون رو قطع نمیکنه، فقط مال ما ایرانی هست که این مشکلات داره.
همه با یک نام و نشان به تفاوت. یه قضیه دیگه هم که میخوام بهتون بگم اینه که شما الان بیاید ویدیو توی یوتیوب بذارید، مطمئنن تعداد آدمای زیادی میان کامنت منفی میذارن، یا میان فوش میدن، یا میان ایراد الکی میگیرن، از قیافتون ایراد میگیرن، از صداتون ایراد میگیرن و اصلا چرت و پرت. یعنی نمیان یه منطقی مثلا ازتون انتقاد کنن یا ایرادتون رو بگن، کلا میان که روحیتون رو خراب کنن. کلا باید اینجور کامنت ها رو ندید، بگید اصلا هم تو رویتون تاثیر نذاره، اعتماد به نفستون از دست ندید، کلا حسابش رو نکنید دیگه. به نظر من برید مثلا ویدیوتون رو برای یوتیوبرهای دیگه یا اشخاصی که میدونین مثلا یکم اطلاعات دارن از ویدیو و اینجور داستانا با اونا شیر بکنی، ازشون نظر بخواید که از یه دید دیگه به ویدیو شما نگاه میکنن، اگه ایرادی داشته باشن بهتون میگن. پس کلا کامنت های منفی رو بیخیالشید. خلاص اینکه اگه بخواید تو یوتیوب ویدیو بسازید، سعی کنید که اون استاندارده کلیش رو رعایت کنید، کیفیت کارتون یکم خوب باشه تا مردم ببینن لذت ببرن، و اینکه حواستون به کپیرایت باشه، خیلی هم حواستون به کپیرایت باشه، کامنت های منفی هم اصلا بهش دقت نکنید و اصلا یه ذره وقتتون رو سرش نذارید که بخواد ذهنتون رو درگیر بکنه. امیدوارم که تونسته باشم تو این ویدیو به یه بخشی از سوالاتتون جواب داده باشم. اینستاگرام منو فالو بکنید، سابسکرایب هم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.